طالبان پس از مرگ ملا محمد عمر، با گذشت ماها از فاش شدن مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، کشیدگی ها میان برخی از سران این گروه روز به روز بیشتر شد و اکنون این گروه به دو بخش زیر رهبری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول نورزی تقسیم شدند. ملا اختر محمد منصور در سال 1347 خورشیدی در روستای بند تیمور ولسوالی میوند ولایت کندهار زاده شده است. وی آموزش دیده مدرسه حقانیه است و در سالهای حاکمیت طالبان از سوی ملا عمر به عنوان مسئول فرودگاه کندهار و بعدش هم مسئول نیروهای هوایی آن ولایت تعیین شده بود. ملا رسول که باشنده روستای لوی کارز ولسوالی سپینبولدک ولایت کندهار است 40 سال دارد. او در زمان حاکمیت طالبان والی نیمروز بود، سالها را با ملا عمر همکاری داشت و از افراد مورد اعتماد رهبر پیشین گروه طالبان بود. اکنون هم بیشتر در شهر کویته پاکستان دیده شده است. در اوج اختلاف ها ملا منان نیازی سخنگوی ملا رسول ادعا می کند که ملا محمد عمر در حدود 2.5 سال پیش همزمان با گشایش دفتر طالبان در قطر کشته شد و مرگش را ملا اختر محمد منصور پنهان نگه داشت. در گفتمان امشب به عوامل چند دستگی گروه طالبان می پردازیم، اما چند پرسش: عوامل چند دستگی طالبان چیست؟ این چند دستگی ها احساساتی و یا ناشی از اختلاف های قومی است و یا هدف راهبردی؟ در نهایت پیامد سیاسی این اختلاف ها برای افغانستان چیست؟ مهمانان هم در بحث آقایان قاضی حسن حقیار، معین وزارت معادن در رژیم طالبان، نظر محمد مطمئن نویسنده، جمال الدین بدر آگاه امور سیاسی و نظری پریانی روزنامه نگار. مهمانان گرامی به بحث امشب خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنیم آقای حقیار. پس از مرگ ملا محمد عمر ماها طول کشید و پس از او اختلافات شدید ظاهرا میان گروه های طالبا به میان آمد و چند دسته از گروه طالبا آمدند به یک سمت به رهبری ملا رسول و یک گروه دیگه هم رفتن با ملا محمد اختر منصور. فکر میکنین عوامل این چند دستگی میان طالبان چی بود؟ آیا واقعا پنهان گذاشتن مرگ ملا محمد عمر بود و یا موارد دیگه هم در اینجا دخیل است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طور که شما میدانید تحریک طالبا یک تحریک بزرگ است، تحریکی که تقریبا حدود 20-21 سال در صحنه سیاست افغانستان مطرح است و حدود 5-6 سال حکومت کرده و بعد از سقوط حکومت آنها حدود 15 سال می شود که به نیروهای خارجی می رزمد و تقریبا با قواتی هستند که حتی نیروهای خارجی را مجبور به عقب نشینی و ترک کشور ما کردند. یک جیرانی که به این اندازه بزرگ باشه امکان نداره که دو دستای اجانب کار نکنه، به ویژه استخبارات بزرگ جهان که در همه عرصه مصروف جنگ همه جانبه به ضد طالبا هستند. اونا خیلی کوشیدن که طالبا چند دسته کنه اما نتانستن. امکان داره که ای دور امکان نیست که در یک صف بسیار بزرگ که بس به ده هزار نیرو داره، به صدها قمندانه بزرگ داره. ما شما افغان هستیم، همه ما از یک کشور هستیم، طبیعت ما، فطرت ما همه شکل است. امکان داره که چند نفر از قاطع هزاران نفر فریب استخبارات خارجی را بخوره. یعنی آنچه که شما اشاره میکنین ظاهرا در نوار صوتی که منصوب به ملا اختر محمد منصور نشد، اونا هم بیشتر تاکید داشتن که اختلاف ها و دامن زدن به اختلاف ها کار نهادهای استخباراتی است، اما مشخصا تاکید نشده که این نهادهای استخباراتی کی است. یعنی اشاره شما به کدام نهادهای استخباراتی است؟ ما اشاره میکنم، ما میگم کسایی که فعلا به ضد حکومت طالبان میرزمند، امریکا، کشورهای مربوط ناتو، کشورهای منطقه، تمامشان به ضد طالبا دسیسه میسازند، تمامشان کوشش میکنند که هم در عرصه نظامی یا در جبهه روبرو و همچنین در عرصه استخباراتی اونا را شکست داده باشند. ما به یک چیزی موافق نیستم، چیزی که شما گفتید که در بین طالبا شگاف بزرگ ایجاد شده یا اختلافات عمیق ایجاد شده، نیست. سطح طالبا یا حجمشان به مو تار سابق پا برجاست.
چند نفری هستند که اون نفرم که جدا شدن اونا مردمی محترم بودن، مردمی هستند که در بین طلبه از یک جایگاه ویژه برخوردار بودن. چند نفر محدود جدا شدن، اونا نمیگویند که ما یا نمیگویند یا نمیدانند که کی اونا را جدا ساخته، در عقب پرده کی کار کرده. اونا فقط اعتراضش نیست که مختار محمد منصور چرا به او بیعت در محضر عام صورت نگرفت، چرا خبر محمد عمر مرگش پنهان کرده بود و چرا بیعت به او در پاکستان صورت گرفت. دیگه کدام اعتراض بزرگ ندارند و کسایی هستند. ما شما در جهان در دوران جهادی دیدیم که هفت حزب که در پاکستان بود و هشت حزب که در ایران بود، فیلن هر قدمش به شش و هفت پنج جا شده، به چه پنج دسته و شش دسته تقسیم شدن. اما دیشب اگر شما دیده باشین گزارش داشتیم از اختلاف های شدید میان ملا رسول و ملا اختر محمد منصور که سخنگوی ملا رسول ادعا کرد و کلپش هم نشر شد که گفتن که ملا منصور متهم است به خاطر پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر و از این خاطر اینا تصمیم گرفتن که یک شاخه جدا از او را بسازند. و قسمی که گزارش های وجود داره ملا رسول هم یکی از سران قومی است که شمار زیاد دنبالش هستند و از او استقبال میکنند. چیزی داره که من ادمانه نزی به خاطر جدایی خود از من اختر محمد منصور عنوان میکنه یا چیزی که بهانه میسازه، او یک مجوز بزرگ شده نمیتنه که به خاطر این مجوز که چرا اختر محمد منصور مرگ من محمد عمر پنهان کرده، بنان ما باید جدا شو، ما باید اختلافات دامن بزنیم، ما باید به زد یک دیگه سنگر بگیریم. این پنهان کردن خبر من محمد عمر مرگش این به خاطر مصلحت بزرگ بود. اونا میدانند، اونا سیاست میدانند که دو وقت اجاب نمیکرد که خبر مرگ محمد عمر افشا شود. اگر افشا میشد بسیار زیاد تاوان داشت. یعنی حقیقت است که مرگ ملا محمد عمر ملا اختر منصور پنهان کرد؟ نه، اختر محمد منصور نه، رهبری تنبا محمد عمر مجاهد ما همه میدانیم که در خفا زندگی میکرد. او تنها به اختر محمد منصور نی و با چند نفر در ارتباط بود و ما چقدر که ما خبر دارم یک شورای بزرگ که دو ما بود، دو کسای بودن که با تنبا همدردی داشتن، کسای بودن که سیاست میدانیستن، کسای بودن که شرایط افغانستان میدانیستن و همه یک کمیسیون مشترک تصمیم گرفت که تا وقتی که شرط آماده میشه باید خبر مرگ محمد عمر پنهان داشته شود. یعنی تنها اختر محمد منصور نبود. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور هم بعد از اینکه محمد عمر کشته میشه، کشته نی، چقدر که ما خبر داریم او به مرگ خود فوت کرده. وقتی که او میمیره شش ماه هفت ماه بعد یه خبر میشه، هم خبر نبود. اما جزئیات تازه که در رسانه ها درس کرده، مشخصا گفته شده که مشخصا سه نفر با ملا محمد عمر خیلی نزدیک بوده و مرگ ازیر تنها امی سه نفر میفهمیده که یکیش شیخ هیبت الله بوده و دیگه‌ش هم اختر محمد منصور و همچنان عزیز الله. چقدر که ما خبر دارم و خبر من تقریبا از منابع موثق است، و کسایی که دو در تماس بودن یا از مرگش خبر دارن، خبر داشتن یا بو ارتباط نزدیک داشتن، این سه نفر دونه نبودن. کسایی بودن که ما فیلن نمیشن بعدش فراموش کردیم، بعدش مناسب نمیدانیم که نمیشن بگیرم. اما امین سه نفر که شما گفتن او یا قدر نزدیک نبودن که فردن امروز محمد عمر میمیره و فردشو نخبر شوه. این هم که خبر شدن تقریبا به نوبه کسش هشت ماه بعد، کسش هفت ماه بعد، کسش هشت ماه بعد خبر شده. یعنی در مجموع این اتهام که اختر محمد منصور مرگ محمد عمر پنهان کرده، بنا ما باید جدا شویم، ما باید به دود تفنگ بگیریم، ما باید انشعاب کنیم، این ذهنیت یا این فکر به نظر ما خیلی سابقه شرعی و چه نداره، توجیه قناعت کننده نداره. تشکر آقای مطمئن. واقعا شما هم به این دیدگاه موافق هستین که گروه های استخباراتی میکوشن تا اختلافات را میان گروه های طالبان ایجاد کنند و مشخصا اگر چنین باشه این گروه های استخبارات چه هدف را دنبال میکنند، در حالی که گروه های استخباراتی منطقه خودشان متهم هستند در ایجاد این گروه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو گډونوالو د میز او لیدونکو ته سلامونه. هر وخت یو ډله چې بیلوالی پیدا کوي مختلف عوامل لري،
کچیر ته نظری اختلافات وی هسه کیږي چې د غوی ترمنز دغه اختلافات حل شي، او کبه هم استخبارات یا نور مغرز کسان په کلاسوهنه ونه کی، نو بیا د دې ترمنز اغه نږدې ملګری تګراته کوي او بلاخره دې ته آماده کیږي چې یا خو بیرته جوړ شي، او کنه وی نو بیا د مخالفت داسې مخالفت کوي چې یا په کور کې نه ورته چې ستا سره په دې لار نه زم. خو کله چې مخالفت عمل ته رسیږي یا د یو چا په ضد باندې سرګندونې کیږي، د هغه څه دی چې سړی ویلی شي چې د یو سیمه ییزو استخباراتو یا د کومې ادارې به په کلاس وي، زه تر اوسه هم په دې نظر نه یمه، یا زما خو قناعت نه ده حاصل شوی چې د طالبانو په منځ کې درز راغلی یا بیلوالی راغلی ده. دا چې رسنۍ څه وایي، دا چې موږ اړ وو تقریبا هغه حقیقتونه یا حقایق چې دي له ولس او له خلکو نه پټول کیږي. نو که چیرته د طالبانو په منځ کې هغه ډول چې سیمې غوښتلو استخباراتو غوښتل هغسې درز راغلی وای، فکر کوم کیدای سي نن به د سولې خبرې د همغې ډلې سره بیا هم شروع شوی وای. خو هغه ډول چې سیمې افغان حکومت او همسایګانو یې توقع لرله هغسې ونه شول. اما مشخصا شما اگر دیده باشین گزارش دیشب سخنگوی ملا رسول کلپش نشد شد که در یک جمع از طالبان نشسته بودند و سخنرانی میکرد و گفت که اونا به هیچ صورت قبول ندارند زیر رهبری ملا اختر محمد منصور باشند، به خاطر از اینکه او متهم است در پنهانکاری مرگ ملا محمد عمر، و همچنان گفتند که او به کشور بیرونی وابسته است، مشخصا به نهادهای استخباراتی پاکستان اشاره کرد. دغه خپل نظرونه دی، او پس فکر نمی کنی نشان میده که اختلافات وجود داره؟ ما در طول چه اختلافات که چیرته اختلاف نظری وی یا اختلاف داوی چه د طالبانو ترمنز وی اغه حل کیدون کیده، لکه مثلا سید محمد طیب اغه تر دې ډیر مهم وو، تر دې ډیر واکلارو اغه استپا ور کړله او مخالفت نه لاس واخسته. یا په قطر کې مولوی نیک محمد صاحب د چې زید طالبانو له وخت پیژنم، هغه د ملا محمد عمر اخوند دومره نږدې ملګری وو چې زه فکر نه کوم چې که څو نفر وو په شمار په هغه نفرو کې راتلی. هغه استپا ور کړله، خو تر ننه به کومې رسنۍ د هغه د خولې نه څه نه وي اورېدلې. دا چې اختلاف رسنیز کیږي، زه فکر کوم تر شا به نور اهداف وي، او زه په هر صورت هر هغه اختلاف چې موږ ته ګټه نه رسوي، موږ ته زیان رسوي، راځئ د دې مخنیوی وکړو. که په دې اختلاف د طالبانو باندې یا د نیازي صاحب په خبر باندې یا د ملا محمد رسول اخوند په خبر باندې د افغانستان جوړیږي، د افغان حکومت جوړیږي، دلته نظام راځي، دلته امنیت راځي، خو موږ به موږ سره ووایو، هر سای به تبلیغات وکړو. خو که چیرته پخوانیو تجربو ته موږ وګورو، د مجاهدینو د وخت د هغه نه مخکې د خلکیانو د پرچمیانو خپل منځي اختلاف، یا بیا د ظاهر شاه د کورنۍ خپل منځي اختلاف چې خبره تر کودتا ورسېدله، او د مجاهدینو تر منځ اختلافونه، زه فکر کوم دغسې اختلافونه هر وخت پردیو په موږ کې پیدا کړي دي، او هغه د خاصو اهدافو لپاره پیدا کړي دي. اوس هم هر هغه څوک چې د طالب په نامه باندې غږ کوي، که چیرته دی وایي چې ملا اختر محمد اخوند زما مشر نه ده، سید میمنه ته وکینه په قرار کینه، خو دا چې جګړې ته لاره هوالیږي، طالب طالب وژني، او تر اوسه چې زما څومره معلومات دي، د طالب طالب ترمنځ جګړه هم نه ده شوې. اما گزارش های زیاد نشر شد، حتی در ولایت لشکرگاه و در ولسوالی شندند ولایت هرات دیروز نشر شد. لشکرگاه خوزه ما التخومات چاد ندیویل شده تالی اما گزارش ها در رسانه ها به نشر رسید. رسانی خوهر دول خبری که از ولسوالی شندند هرات داشتیم شندند که در طالبان و ترمنز جگره نده سوی زی چی کم معلومات لرم حالت در طالبان و ترمخ این اختلافات میان گروه های طالبان را رد میکنین؟ دغه کسان چې دي اختلاف لري، ما در ټول چې دا ولې بیل سوي بیل اهداف دي، ولې چې خبره جګړې ته رسېدلې ده، دغه څه د تر اوسه زه په دې قناعت نه یم رسېدلی. یا زما معلومات په دې ته چا معلومات نه دي راکړي چې طالبانو په منځ کې دي خبره جګړې ته رسېدلې. تشکر آقای بدر. آنچه که گفته شد بیشتر گفته میشه که اختلافات وجود نداره و گروه های استخباراتی دامن میزنن، گویایی که میان طالبا اختلاف ایجاد شده، و گزارش های را هم آقای مطمئن رد کردند که گویا درگیری میان گروه های طالبا طرفدارای ملا اختر محمد منصور و طرفدارای ملا رسول در ولسوالی شندند صورت گرفته باشه. پس فکر میکنین این گزارش ها وقت به رسانه ها درز میکنن ناشی از چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان عزیز و جدای دوستای حاضر در مجلس. ما کدام
ما چون آقای مطمئن و قایس بخیار اینا بس کدام مدرک هم میزنم خب به یا مربوط میشه که هر جایی که دسترسی دارن طبیعی است که از ما کرده شاید دو صفوف اینا دستای بالا داشته باشن، ولی ما که کدام مدارک پیش روی خود قرار میگیریم یا کانالایی که به ما اطلاع میرسانه، خب حد اغلب همی رسانه هاست دیگه بالاخره. و دیگه بعضی ادارات یا پاکستانی یا افغانی یا ادارات خود طالبا است که او خودشان میگه، خب از او بالاتر ما کدام دیگه مدرک نداریم که او را تکذیب بکنیم یا تصریح بکنیم. وقتی که طالبا خودشان میگه که ما جنگ کردیم، وقتی خودشان میگه که مثلا یک قماندان خیلی تکړه ایشان، خیلی قماندان برجسته ایشان که مولا دادالله منصور دادالله بود کشته شد و بعد از او مسائل شندنه و قبل از او کلیپی که در اوجا بیعتی از مولا محمد رسول گرفته میشه، باز اظهار سلام میشه اوجا در اوجا مثلا علی مولا اختر احمد منصور صحبت میشه، باز بعد از او یک چهره شناخته شده زمان طالبا مولا عبدالمنان نیازی خودشان صحبت میکنه. خب برای ما کدام جای شک نمانده که میان از یا کدام اختلاف نیست دیگه. پس این خوش شده نمیتوانه که ما از مولا نیازی قدم زیادتر به طالبا نزدیک باشیم ما، و یه هم ممکن نیست کدام خبرنگار بره که مثلا او گپی چرا تکذیب کنه مولا محمد رسول اخونه که کسی که از مقربین یا نزدیکای مولا محمد عمر در وقتش بوده. پس ما که کدام سر گپای استناد میکنیم، من گپای است که از کلیپ از او، از جلسات از او، از رسانه ها، از ادارات اطلاعاتی افغانستان، از ادارات اطلاعاتی منطقه که به بیرون درس میکنه. اما این اختلافات که حداقل شما از طریق رسانه ها گفتین که استنباط میکنیم، فکر میکنین ناشی از احساسات است و یا فکر میکنین یک هدف راهبردی مشخص شده است پیش؟ ببینید ما رسانه ها رو طور نگفتیم که مثلا کدام نفر ایجا آمده باشه سر تخمین گپ زده باشه، گفتیم که مستند است و چیزا رسانه ها هم نشه کرده مستند است. وقتی مولا محمد رسول اخون والی نیمروز زمان طالبا بود، کسی بود که در طرف ایران پناه بود باز آمد، مثلا مولا عبدالمنان نیازی که در وقتش یک چهره خیلی شناخته شده رسانه ها بود، والی بعضی ولایت ها بود، اینا وقتی خودشان صحبت میکنن پس او گپ به رسانه ها راجع نمیشه، منتها توسط رسانه ها به مردم رسیده. پس برای ما جای شک نمانده که طالبا با هم جنگ کردن، برای ما جای شک نمانده که اختلافات دارن، برای ما جای شک نمانده که صفشان شخ شده، فراکسیون انشاب در صفوف طالبا آمده، چون که همین این جنجالا خوب بی سبب نبوده. وقتی که مولا محمد عمر زنده بود در او وقت صحیح است که بعض چهره های طالبا خسته شدن در خانه شدن، یا بعضشان امکان داره سرشان اعتماد کم شد که او را مردم در سایل کردن او هم در جای شدن، ولی هیچ گاه نفهمیدیم که او برآمده باشه که ما امیر هستیم و گپ زیر تار نمیکنیم. همین گپا خوب بعد از اعلان مرگ مولا عمر درس کرد به بیرون، پس از این معلوم میشه که چیزایی سابق نبود در حرکت طالبا چیز نواستی، و نابودن از این خود به خود دلالت میکنه که تا آن حد که بالا شده حتما اساس هم داره، ریشه هم داره، اختلافات چند تا حد عمیق است که جنگ به کشتار و به زخمی شدن و به گرفتن و یک منطقه و از دادن دیگه منطقه منجر شده. آقای پریانی، در نهایت خب اختلافات هم ایجاد شده، رسانه ها هم نشر کردن و کلپ های تصویری هم نشر شد که اونا خودشون به زبان خود میگن که ما اختلافات شدید داریم. پس در نهایت فکر میکنین چی درد را دوا میکنه این اختلافات و چی تأثیر بر روند سیاسی افغانستان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین به اجازه دوستای حاضر در بس و سلام به بیننده های محترم. ببینین شما از اختلاف گروهی گپ میزنین که قبل از اختلاف و اتحادشان باید ماهیتش را به بررسی بگیریم. ما چنو یک گروهی در تاریخ 20 ساله افغانستان مواجه هستیم و بودیم و امروزه با چنو یک گروهی روبرو هستیم. ماهیت طالب چی بود و امروزه چگونه به تصویر کشیده شده؟ با درک ماهیت میتونیم این اختلاف را بررسی کنیم. طالبان به عنوان یک گروهی که تطبیق کننده سیاست خارجی پاکستان بودند، به عنوان یک گروهی که در چنگال سازمان استخباراتی پاکستان بودند، زیر چتر سربازان پنجابی و سندی وارد افغانستان میشن، در برابر یک حکومت مشروع اسلامی قرار میگیرن و عملا به اشغال افغانستان میپردازن. یک گروه اشغالگر که قتل عام کردند، سیاست زمین سوخته را مطرح کردند، بروز دادند و انواع جنایت هایی را که ما پس از جنگ جهانی دوم نظیرش نداشتیم در افغانستان انجام دادن، چهره اسلام ملکه‌دار ساختن، میان اقوام افغانستان شدیدترین
فاصله را ایجاد کردند. یک چنین گروه سرانجام ادامه پیدا میکنه و با مرگ بسیار مرموز و اعلام ناشده رهبرشان ماهیت این گروه بسیار زیاد برملا میشه. ما پیشا پیش از هر دو دوست عزیز ما پوزش میخواییم از بابت یزی که اینا چون ما رو در رو با هم صحبت میکنیم و در این بحث ها باید تحمل پذیری بیشتر باشه. گذشته از اینا که ارتباطشان با طالبان بوده پیش خودشان محترم است و پیش ما مورد انتقاد، اما حالا حرف ها و حضور از اینا در نزد ما قابل احترام است و در احترام متقابل با هم صحبت میکنیم. طالبان به عنوان یک گروه ملی هیچ وقت مطرح نشدن. او رقبه که جناب قاضی صاحب حقیار معین پیشین جریان طالبان گفتن که حکومت ما چیزی به نام حکومت در افغانستان از طالب نداشتیم. یک جریان اشغالگر آمد و خواست حکومت به عنوان صوبه پنجم پاکستان تبدیل بکنه و طرح کنفدریشنی را که آقای حکمتیار در دوران خروج نیروهای شوروی از افغانستان اعلان کرده بود که با خروج نیروهای شوروی باید افغانستان تحت قیادت پاکستان پس کنفدراسیون اشاره میکنم که از سن ما و خودت که در اقلی مسئله بیشتر است را اینا دوباره در عمل پیاده کردن. در هیچ نشانی که نشان بده اینا یک گروه پاکستانی و ابزار دست پاکستان بودن نبودن وجود نداره. با مرگ ملا عمر دیده شد که همون رقمی که ادعا می شد اصلا تا امروز هیچ طالب نه جناب قاضی صاحب نه جناب مطمئن صاحب و نه هیچ طالب دیگری نمی فهمند که ملا عمر کی بود، در کجا زندگی می کرد. شاید از کی بودنش بفهمند، ای که در کجا زندگی می کرد، با کی دیدار داشت، چی می خورد، چی می نوشید، چی گونه می خوابید، چه رقم نماز می خوند، هیچ کس ندیده. آقای پریانی، شما اشاره کردین که گروه طالبا به عنوان یک ابزار در دست نیروهای پاکستانی و حکومت پاکستان قرار داشته. فکر میکنین اختلافات موجود هم ناشی میشه از امور رهبری و کسایی که در پاکستان هر چی بود، هر چی بود، آقای ملا عمر که حالا دیگه زنده نیست، اینا یک سیستمی را پاکستان در بود در زیر چتر نام ملا عمر تنظیم کرده بود که همه طلابه که در روزمان عمدتا جوان بودن و سیاست چیزی نمیفهمیدن به نام جهاد یک ذوق و شوق در وجودشان پدیدار میشد و یک خودانگیختگی در وجود جوانان با وجود می آمد. اینا را زیر از چتر جمع کردند و در جنگ مصرف کردند. ای ادامه داشت تا این نام به یک هیبت در نهایت تبدیل شد، به یک تاثیر و به یک عنوان تبدیل شد. یک عنوان واقعا در میان خود از او طالبا یک عنوان برازنده و تاثیرگذار بود. اما رهبران طالبان می فهمیدن که این عنوان فقط یک تصنعی است تا واقعی. بر صورت با اعلان مرگ آقای ملا عمر که هنوز هم گفته میشه احتمال داره مرگ آقای ملا عمر پیش از 2.5 سال بوده باشه، اختلاف ها در این سازمان از چند لحاظ با وجود آمد. یکی که در اون زمان بالاخره طالبا به عنوان گروهی که مورد استفاده چند دسته بود، دسته استخبارات پاکستان، دسته استخبارات برخی از کشورهای دیگه و دسته استخبارات برخی از کشورهای غربی و همچنان دستمدی بشد. در اون زمان طالبان به برخی از قاچاقبران مواد مخدر، به برخی از آدم ربایان که از همه ای ابعاد منفعت به جیب یک چند نفر میریخت و پس از مرگ ملا عمر ای همه عوامل گفتم یکی از دلایل از همپاشی گروه است. از طرف دیگه نحوه مرگ و نحوه اعلان مرگ ملا عمر که هنوز هم جای دفنش معلوم نیست، چگونگی در مرگش مشخص نشده، سبب یک بغض در گلوی آن دست طالبان شد که واقعا حالا چه ما بپذیریم یا نپذیریم با ملا عمر عشق می‌ورزیدن. این گروه ما گروه های که بسیار شیفته ملا عمر بودن در میان طالبا داشتیم. این گروه ها دچار یک شوک شدن بعد از نشری خبر. امیر خمینی که حالا در مورد مرگ ملا منصور گفته می شود، در مورد مرگ ملا عمر گفته شده بود حداقل 2.5 سال پیش یا 3 سال پیش آقای کویستانی در یکی از رسانه ها گفت که آقای ملا عمر مرده، اما کسی باور نمی کرد. وقتی که مرگ اعلان شد خودش یک شوک به وجود آورد و این دو دسته در کل فکر میکنین که عوامل بزرگترش مرگ ملا محمد عمر است. دقیقا مرگ ملا عمر امو سلابتی را که در بین هواداران گروه که هرچی محدود هم باشن ایجاد کرده بود، اما یک سلابت تصنعی را چون مثل یک ابهام
در این حال حضور ملا عمر برای بسیاری از طالبان ابهام بود. امروز ما میبینیم که در کنار عوامل بازی هایی که پاکستان در سطح کلان برانداخته هم سبب انشاب و چند پرچگی طالبا شده. دیگه ماشین طالبا او رقمی که در گذشته فعال بود از کار افتاده. طالبا با اعمالشان بالاخره نشان دادن که اگر دیروز مردم افغانستان نمیفهمیدن که طالبان چی گروهی هستند، در این 14 سال گذشته با رشد ذهنیت مردم و وجود رسانه ها و چشم دید مردم، انتحار و انفجار و جنگ و بازی های استخباراتی همه و همه دیده شد که ماهیت طالب یک ماهیت ملی و از طرف دیگر ماهیت دینی نبود. تشکر، با شما برخواد گشتیم. آقای حقیار، میپذیرین که گروه های طالبا و رژیم طالبا به عنوان یک ابزار در دست نهادهای استخباراتی پاکستان قرار داشته و همیشه نظامیان پاکستان از این گروه به یک نحوه در افغانستان استفاده کرده؟ ما به باورتم که در افغانستان بعد از سقوط رژیم سردار محمد داود خان هیچ گروه مستقیم و هیچ گروه نیست که متکی به خود باشه و خودکفا باشه و با ارزش های دینی و معنوی افغانستان فکر کنه. همیشه نوابسته هستند، اما کسی خیلی کسی زیاد و کسی که امروز دعوی زمامداری مرمی کنه، کسی که خود رئیس جمهور افغانستان یا کسی که اینجا خود وارثین افغانستان میپنداشتن، شما ندیدی که منها در دوران سردار محمد خان که یک حکومت مشروع یا حکومت جمهوری یا حکومت واقعی بود بعد از اونها به پاکستان نرفتن؟ امیر رهبرای جهاد ما که طالبان بعد از اونها برخواستن و اونها در دوران سردار محمد داود خان، حتی در دوران ظاهرشاه در می بنگای سر پاکستان از طرف نصرالله بابر و از طرف دنگاق تربیت نمیشدن. امی رهبرای جهاد ما اکثرتش کسی که امروز اتهام میبندن، اینا خودشان ما ندیدیم که 20 سال در کنار کی بودن، از طرف حکومت پاکستان قمانده نمیگرفتن، خانهشان در پاکستان نبود. حتی بعد از اینکه خودش در افغانستان رئیس جمهور افغانستان بود، خودش در افغانستان بود، فامیلش در پاکستان. یعنی گروه های دیگه ایره که شما برش اشاره کردین که از طرف پاکستان دستور میگرفتن، در کنار ازی هم میپذیریم که طالبا هم مثل گروه های دیگه از پاکستان دستور میگیرند. من حرف برد به می جمعیم. ما دیدیم که کسایی که امروز تنبار به پاکستان متهم میکنن، خودشان در گورنر هاوس پاکستان من حیث رئیس جمهور افغانستان مقرر نشد، از موج در حضور پاکستانی ها در حضور ایسای اینجا من حیث رئیس جمهور افغانستان مقرر نشد. ما میگیم که شک نیست که در بین طالبا شاید افرادی باشند که وابسته باشند و همانطور که مجاهدین ما بودن خود در پاکستان توجیه میکنند که ما چاره نداشتیم، ما مجبور بودن که بلد اتحاد شوروی بیردمیم، باید یک پناهگاه داشته باشیم. طالبا امروز میگن که ما بلد 50 کشور اشغالگر میردمیم، مجبور هستیم یک پناهگاه داشته باشیم و اشتراکات پاکستان خود مجبورتا داره، طالبان خود مجبورتا داره. امی گاه مجبورت ها آدم و در میسازه که بلد یک دشمن مشترک یک ائتلاف مشترک بکند. بعد ما میگیم در افغانستان کسی که حاکم هستن، اینا مستقیم هستن، شما در کشور زندگی میکنیم، آیا زمین ما به دست ماست؟ آیا هوای ما به دست ماست؟ آیا اختیار میدان هوایی ما به دست ماست؟ آیا انتخابات ما به دست ما بودن؟ بودجه ما خود ماست؟ ما خود سرنوشت امریکی تعیین کرد، جانکیری در سفارت امریکا تعیین نکرد، 50 کشور خارجی در افغانستان نیامده که دمی تا امروز هم کسی میتونه که در کشور خود در خاک خود به متحرک امریکایی ها در 100 متر نزدیک شوه. گفتم یعنی تاکیدتان همی است، یعنی میخواین بگوین که همین شکل که امروز افغانستان قسمی که شما میگین که مستقل نیست، میپذیرین که دوران طالبا هم به می شکل مستقل نبود و کسایی می آمدن دخالت داشتن؟ نسبت به امروز در دوران طالبا خیلی مستقل تر بود نسبت به امروز. اما فکر نمی کنین نخست وزیر پاکستان از طریق رسانه ها در صورتی که همه گی می بینه وقت تعهد از مبارزه با حراس افغانی میشه به صراحت اعلان میکنه که ما به هیچ صورت آماده نیستیم که طالبای افغانستان هم در برابرش جنگ کنیم و هم از کشور خود بکشیم و یا هم براوند گفتگوهای صلح تشویق کنیم؟ فکر نمیکنین این نشان میده که طالبان یک وابستگی بسیار نزدیک با پاکستان داره؟
ما چقدر که مطبوعات و رسانه هر تعقیب میکنم تا نو صدر اعظم پاکستان به این جرات ترکش ما گفته شاید نگفته باشه. عملا در گفتگو با آقای اوباما لایو بود همگی شنیدن. نه. گفتن که ما همزمان با این که در برابر طالبای افغان هم بجنگیم و اینا را هم تشویق کنیم به گفتگوهای صلح این کار نمیکنیم. یعنی ما تنها میخواهیم به گفتگوهای صلح تشویق کنیم. نواز شریف در امریکا گفت که این منطقی نیست که ما در این زمان با طالبان تنها طالبان افغانستان نام نبرد. گفت که منطقی نیست که ما از یک طرف با طالبان برزمیم با اونا بجنگیم اونا رو بکشم از طرف دیگر با اونا مسلحه کنیم. او از اوباما خواست که در راستای صلح و مذاکره با اونا همکاری کند و با اونا موقع داده شود. بازم اگر نواز شریف احیانا چیزی رو گفته باشه، نواز شریف دشمن فعلا در رکاب امریکا است، فعلا او متحد ائتلاف امریکا است، فعلا نخستین فیری که بزد طالبا بعد از 11 سپتمبر میشه از کویتا از میدان شمسی میشه، نخستین فیری که میشه از کروزی که میای از طریق خاک پاکستان به افغانستان میای، صدها طالب پاکستان شهید کرد، صدهایش به امریکا فروخت، به هزارهایش تنوزنده در زندانهای پاکستان بیچاره به زندگی پر مشقت تیر میکنن. گفتم که ما یک چیزی که سابق بر اشاره شد که پاکستان طالبش طور به درمیان نمدن. گوش که برادر ما شما دمی منطقه زندگی میکنیم شاهد صحنه هستیم. بعد از پیروزی انقلاب مجاهدین افغانستان ما دیدیم که جده به ارتشهای جهاد کودتا شد. کسایی بودن که روسار ما مجاهدین از یک در کشیدن اینا از در دیگه به اونا ائتلاف کردن، اونا را آوردن به یک ائتلاف سکتریستی، یک ائتلاف که به ارتشهای جهاد ما کودتا بود. اینجا بعد از اینکه کودتا صورت گرفت یک حکومت سکتریستی به میان آمد. ما دیدیم که دمی افغانستان 60,000 همشهریان ما در جنگ تنظیمی کشته شد، در وزیر برخند حکومت یکی بود، در خرخانه دیگه بود، در کارتنه دیگه بود، اینجا رقص مرده صورت گرفت، اینجا خانه ها ویران شد. شما شهر کبیر دیده که به یک موزیم جهان تبدیل شده بود. درمی تو شرایط برها گفتیم که طالبان رخبان اگر هندوها و سکه ها میخیستن به مردم افغانستان نجات میدادن، مردم افغانستان از او استقبال میکردن. یعنی نمیپذیرین که طالب در ایجاد و شکل گیری طالبان پاکستان نقش داشته؟ ما هیچ وقت نیه سخنگوی طالبان هستم، نیه حداقل در دوران که کار کردین برتون میشه. ما منظور خودم میگم، ما از خود نظر دارم، ما که چقدر خبر دارم، تا که طالبان قندار نگرفته بودن هیچ نوع رابطه پاکستان بودن نبود. بعد از اینکه قندار گرفته شد و پاکستان دانست که یک نروست و میتونه که تجارت ما را به آسیای میانه و در دیگر کشورها تامین کنه، بعد از اون کم کم کمک کردن. اما شرایطی بود که جو صدر بانی خودش طالبان یک حرکت خود جوش فکر کرده بود و انمود کرده بود، اعلان کرده بود. شرایطی بود که همشه مسعود قماندان برجسته جمعیت خودش به دمدنشار پیشونه رفت، حتی تفنگچی خود به عنوان حسن نیت به اورنه تقدیم کرد. او شرایط دیگه بود. ما با اطمینان به اطمینان گفتم متنم بعد تکرار میکنم، هیچ وقت نمیگم که طالبان 100% اگر او زمان یک پرسش میخوایم مطرح کنم چی هستن مستقل هستن، اما نسبت به دیگه جرنهایی که در کشور به مطرح هستن به مراتب تر مستقل تر هستن. خب در مو شرایط قسمی که شما گفتین ممکن خود جوش باشه، پس از مرگ ملا عمر چگونه ارزیابی میکنن؟ آیا این بار هم حرکت های خود جوش است و یا این بار وابسته است به پاکستان؟ نه، مرگ ملا عمر با وابستگی های طالبان قدم ارتباط نداره. یعنی امو جریان است ادامه داره؟ امو جریان است با امو قوت ادامه داره. بعد از مرگ محمد عمر مردی فکر میکردن که شاید صف طالبان پاشیده شود و نروش کاسته شود، اما ما دیدیم که بعد از مرگ محمد عمر قندوز سقوط کرد. تشکر. بعد از مرگ جنگ‌ها صورت گرفت. کسایی که از صف طالبان جدا شدن ما ایرا رد نمیکنیم که اصلا کسایی که جدا شدن، اما این کسایی بعضی ما میگه که برای ما محترم هستن، افغان هستن، دی کشور قربانی دادن، اما به این معنا نیست که بین صف طالبان انشاب صورت گرفته. چند نفر هستن که امروز از طالبان یا خفاستن یا ناراض هستن، شاید به چند نفر در میانجیگیری کنه، شاید پس یکجا شوند. تشکر. آقای بدر،
آنچه که آقای حقیار اشاره کردند، یعنی به یک نحوه نپذیرفتند که پاکستان در ایجاد گروه و در حمایت گروه نقش داره. به خاطر یک دلیلی که خیلی بیان باشه، واضح باشه، برازو لازم نیست که ما دلیل بیاریم. ولی مثلا گروه روشنی داره، برازو چی مجبور هستیم که ما اقامه دعوا بکنیم و ادله مثبته یا مدارک اثباتی ما بیاریم که واقعا نمی روشن هستیم. طالبا که آمدن، طالبا گفتن که ما امیرالمومنین داریم، ما چندین هزار یا صد علما وقت دقیق یادم نیست قندار جمع شدن به دست مولا محمد عمر نبیت کردن. وقتی که آدم امیرالمومنین شد، باید ما در فقه شریعی، فقه اسلامی ما اصول داریم، باید با شکسته نمیشه الا حالات مخصوص که حالی که مرد یا دیوانه شده باشه یا کفر بواه باشه که واضح کافر شده باشه، اون کسی که امیرالمومنین است برات چی میشه. حالا من خواهش سپرسان میکنیم، ما وقتی شما دو وقت موین بودین، خود طبیعی است که بس خیلی بالاتر بس سیاسی بود، دو وقت ها حتما باید کرده بودین. حالا باید شما کجا ماندین؟ اینجا دو باید هستین حال فعلا؟ اگر ایلا داده باشین، این خود به خود خلاف اصول باید هستی چیزی. ما به خاطر میگیم که او خیزش به هر نحوهی که باشه، ایره ما تا حد اسلامی نسازیم که جانب مقابل کافر ثابت کنیم. ما همین مشکل ما شما در کشور که آمده جنجال سرازی استی. خب امکان داره که مبررات داشته باشه طالبان، توجیهات داشته باشه که ما چرا به وجود آمدیم، ما طور که دیگرها دارن، ولی به این معنی نیست که هر کسی که مخالفش باشه او کشتنش روا باشه. به این معنی نیست که مثلا فقط حامل شریعت نماینده پیغمبر علیه الصلاه و السلام در دنیا فقط همیها باشه، چون امیرالمومنین یک داریم ما. ببین خلافت راشده را شما از بالا به پایین چی میکنین؟ این لا فقط یک مقطع زمانی که آمد میان حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله عنه اختلافات که آمد، او را هم تقریبا ما که خلافت راشده میگیم حضرت علی را میگیم ما، نه دیگه ایشه. بعد از این باید اگر سلاطین هم بودن، ملوک هم بودن تا زمان اموی ها، بعد از زمان خلفای عباسی ها، بعد از او سلاجق، هر کس که آمده بودن دو وقت باید یک نفر داشت. ولی وقتی که در باید اختلافات شد، طبیعی است که کسی که مخالف است او را کافر میدانه. خروج ان الامام که است در فقه دوستا حتما خواندن چیزا را، او کفر است. او آدم با گردن زنی و با اعدام میکشانه. ولی ما به این خاطر میگیم که طالبا وقتی که همه چیزا را در میان خودشان و سیبغه اسلامی و عنعنه افغانی به هیچ گاه اینا با یک اینچ از شریعت انحراف نکرده باشن، پس همین چیزایی که ما شما ببینیم چی هستی؟ همین کشتاره که ما ببینیم را چطور توجیه کنیم ما؟ پس ما هر عمل یک گروه را نباید تحت آیات قرآن و فرامین نبوی ما شما و را چتر نتیم و را یک قسم پوشش نتیم که هر کارشان ناروا و رواشان ما اسلامی بدانیم ما. این به نظر من شیوه خوبی نیستی. تشکر. پیش ازی که آقای مطمئن به شما بر بگردیم، میشه واکنش شما را به صحبت های آقای بدر داشته باشیم که بیعتی که کرده بودین کجاست؟ خب ما باید به دوستای خود تفهیم کنم که ما پیش شدی که طالبا کابنه بگیرن، ما اینجا در حکومت دوست ربانی، گرچه حکومت ضعیف بود، اما ما افغان هستم طبیعی مکشوار هستم، اجازه رکن ما دمون نظام اینجا رئیس بودم، طالبا که مدن کابنه گرفتم ما رئیس برهان بودم، ما با طالبا از کویتا و از قندر نامدیم، ما آدم کشور ما سه حق داره سر ما کار کنم، ما حق دارم در کشور خود ممور بودم و استاد پونتون بودم در همان وقت، ما کس نبودم که از مسجد و از چه مده باشه مرتان با موین سخته باشه، ما اگر موین بودم، اگر رئیس بودم، اگر مدیر بودم، سر تدریجی خود تای کردیم. دوم طالبا هیچ وقت به شاید بدر صاحب درو وقت در کجا بودن، طالبا هیچ وقت از همه افغانان نخواسته بودن که با همه را جمع نکرده بودن که بیا به محمد عمر مجاهد بیعت کنی، بیعت یک و نیم هزار علما جمع شدن در قندار بیعت کردن. بعد از او ما هیچ شاهدی نیستیم که طالبا گشته باشن که کوچه به کوچه از مردم بیعت خواسته باشن، نی از ما خواستن و نی ما به کس بیعت کردیم، نی کسی از ما بیعت خواست و نی ما به کس بیعت کردیم. ما یک افغان مستقل هستم و بودم و به خاطر کشور خود مبارزه میکنم و به سرحد میگیم که هیچ گاه به خاطر فرد، به خاطر گروه، نی ایمان وجدان خود میفروشم و نی حقیقت کتمان میکنم. دیگه یک دیگه چی گفتن بدر صاحب؟ وقتی شما زی میگی که تنظیم جهادی چرا اینجا بند خود رد میدن، با میگی بحث جداگانه است. برادر بحث جداگانه نیست، تشریح بده که چرا جنگیدن، چی باعث شد که در کابل 60,000 نفر کشته شود،
چه باید شد که از ننګرهار تا کابل کې میمدی از یخان تا تاچی پاره میشدی؟ چه باید شد که از کوتی سنگی تا د مزنګ رفتن نمیتن اسلامي حقیقي کشور مت بعد باید سر صحبت کنید بعد مردم خبر بخبر بزنید. خب بفرمایید ماکس باشه سو بخشه باشه مطمئن سبلور بخنه غواړم. ببینین جناب قاضی صاحب همین شما گفتین که ما یک سیر تدریجی را به مودینگ جو رسیدیم. بای ما شما یک مامور بودین در جا. ولی مامور هستین وقتم پیش از رو مامورین. باز ببینید شما در فقه خودتون که ولی دین هستین مراجعه کنین که همین واژه امیر المؤمنین که است این مستلزم به است که باید همت باش باید به او داشته باشه. ببینید کتب فقه مراجعه کنین، تاریخ اسلام مراجعه کنین، هیچ جایی که بریم باید از واجبات شریعت است. هر آن کسی که ببینید بعضی این قطاع خیلی طویل وقتی که خلافت عثمانی خلاص شد ما شما هیچ چیز نداشتیم. ما مولا محمد عمر برای خود لقب گرفت که ما امیر المؤمنین هستیم. امیر المؤمنین بودن خود به خود مستلزم به است که نفراش باید باو کنه. یک و دیگه شما گفتین که هیچ گاهی از گه افغانان نخواستن که ناچی کنن باید کنن نخواستن. ولی برای من سوال هستی امو بخی جنگ بخاطر چی بوده ایجا؟ خود تا کابل خامدی کابل گرفتی سعیست یا از خودت شدی؟ خود شمال چرا میره چرا جنگ میکردی؟ خود جنگ به این خاطر بود که شما باقی یاقی هستین دیگه، به این خاطر جنگ بود. خود برای جنگ کدام توجیه نداری شریعت دیگه؟ بی از اینکه باقی از امیر باشی دو خودم برای جنگ کدام توجیه دیگه وجود نداری. آقای مطمئن، میشه شما در مورد آنچه که تا حال بحث شد در مورد چگونگی ایجاد گروه طالبا از آغاز و شما میشه دیدگاهتون رو بگوین که آیا آنچه که مطرح شد هنوز هم به مو موضوعات مطرح است یا ای که پس از مرگ ملا محمد عمر خواستگاه ها و حمایت های مالی این گروه فرق کرده و متفاوت است؟ گوری حقایق ویل که پده معنی چه سره پی یو دلب سیوه ترل سیزه پیکر کم ده یو ناسم کرده. حقایق که موږ وایو دا په دې معنا نه ده چې زه پخوانی مجاهد یا پخوانی طالب یا زه د حکومت سړی یم. او دغسې مجلسونو نه کوشش وسي چې خلکو ته یو څه ورکړو، نه دا چې یو په بل باندې تورونه ولګول سي. زه بښنه غواړم، نه وایم عموما، نه وایم که زه د دې ورور په ځای هزاره قوم سمه بښنه غواړم، موږ نه غواړو او تعصب هم نه کوو. زه هم په طالبانو هم دومره بد وایم لکه دی چې وایي، او دا یې حق ده چې وی وایي. ځکه په دې درلسو په دې تیرو څوارلسو کلونو کې چې ده ته کوم امکانات ده ته کوم امتیازات ناټو امریکا ورکړي دي، هغوی حق په ده باندې لري چې دا خبره وکړي او که ونه کړي دی احسان پراموشه خلک دي، باید د هغوی نه دفاع وکړي. هغه وخت چې د امنیتي تړون امضا کېدی یو غټ اکثریت مخالفت کاوه، خو زموږ دغو ورونو ویل چې نه موږ ته په بامیانو کې ماډه راکوي، دا خو واضح خبره ده. نو د دوی نه خو موږ ګیله نه لرو، دا یې حق ده او د دوی په خبرو باندې باید موږ هر څومره زغم ولرو او دوی هم باید زغم ولري چې د افغانانو خبرې واروي. او بل دا چې که همدغه ناټو نه وای، که همدغه امریکایان نه وای، نن د دې خلکو دا موقف نه وای. دوی باید دا کار وکړي، دوی باید طالب پرېنږدي، دوی باید سوله ونه کړي. په سوله کې د ده څه ګټه ده؟ په سوله کې خو زما ګټه ده، په جنګ کې خو د ده ګټه ده چې نن په ما باندې حکومت کوي. نن یې ټولې چوکۍ رانه نیولې دي، نن یې د یو غټ اکثریت خلک حق خوړلی ده، دا خو د ده حق ده چې وایي. اما ګروه طالبا در صورت کې جنګ افزارشان چې څومره وخت نور ورته ورکړم دومره وخت راته راکړه. بفرمایئ امریکایان چې کله خپلو پوجانو ته پریزنټیشن ورکوي هغوی وایي چې کله اسلامي نړۍ یا افغانستان یا عراق ته ځي اهلي شی ورونه ستاسې مشکل نه ورسره لري، هغه ستاسې دښمن نه ده، ستاسې غټ دښمن سنی ده. نو بیا د دې نه معلومیږي چې موږ په یو چا باندې ډېر تور هم نه ولګو او یو چا ته که بد وایو لیغو نه ګیله هم ونه کړو. او هغه څوک چې د ایران په پیسو باندې پوهنتون چلیږي، چې د ایران په پیسو باندې تلویزیون چلیږي، چې د ایران په پیسو باندې اخبار چلیږي او چې د ایران په پیسو موټر ته تیل ورچوي، هغه ځان غلام نه بولي، هغه ځان مزدور نه بولي. نن خو هر هغه مزدور چې ډېر مزدور ده، ډېر غلام ده، په ټولو بره وایي. دغه زموږ مشران خو که دغه مشکل ونه لري نن ولې ریاست، ولې زه رئیس جمهور نه کېږم، ولې بدر صاحب نسي کېدلی، ولې ته یو غټې چوکۍ ته نسي رسېدلی. خو راځئ هر هغه څوک چې ښه غلامې کوي هغه هم دومره غټې خبرې کوي، خو زه هم که مخامخ سره کېنو له سترګو لږ وشرمېږو. غلامي حد لري، خپل د غلامي ځای وپېژنو. میخواین بگوین که اگر کسایی که در نظام طالبا بودن نظر به امتیازات اونا صحبت میکنن
و کسایی که در نظام آنچه که شما اشاره میکنین امریکایی است از امتیازات اونا باید دفاع کنن هر دو طرف. هر آغا سوق چیل چان امتیازات تخلی پچک مجبور هستن که دفاع کنن. لیغوی ندی پاکی رازو دی خبری تا چی مخ که اشاره ورته وسوله ملادادی لا منصور طالبان سره شخصی مشکل لارو د طالبانو جګړه نه ورته ویل کېږي. اول ته د دایش خبره ولا هغه سی شخصي مشکل وو چې 2008 نه هغه د طالبانو نه جلسه وی وو او ځینې نور د سی کسان هم ست طالبانو کې چې هغه په د کابل کې اوسېږي یا په د کرزي صاحب په حکومت کې راغللو همدغه سی هسي وسولې چې په بیله ډله باندې هغوی ته کار وسي او د طالبان وویشل سي. ملا عبدالسلام ضعیف یو کتاب لیکلی مایلاب د طالبان او په دې تورو وختونو کې یو له هغه نړیوالو 15 کتابونو سو چې وایي د نړۍ ذهن یې بدل کړی ده. هغه وایي چې کله زه سفیر وم ما ته د پاکستان د عیسای مشر راغی او یو غیرت وویل چې څومره امکانات غواړئ تاسې د منځلارو طالبانو په نامو باندې غږ وکړئ موږ پیسې درته درکوو. همدلته بیا وروسته هم دا غوښتنې سوې دي. اوس هم کامدا حکیار صاحب چا د دی وایم او رښتیا هم دی هغه طالب نه و لکه کوم چې د کوټې طالب ده او زه پوهنتون کوم او زه په دې افتخار کوم چې په یو ښه حکومت کې ما کار کړی ده. که اوس هم یو ښه حکومت وي زه باید کار کې وکړم او په دې م افتخار کوم چې په یو فاسد رژیم کې مې کار نه ده کړی هغه ډول چې خلکو کړی ده. نو که چیرته طالبان همدا دی هم وغواړي چې زه اوس طالب وم او زه بېله ډله جوړوم حکیار څه به د طالبانو د رهبري شورا موږ ته معرفي کېږي. همدلته په کابل کې ځینې کسان همداسې سته چې د طالبانو په نامو باندې معرفي کېږي خو د طالبانو نمایندګي نه کوي. زه وایم چې هر هغه څوک چې د طالبانو یو خبره ستاسې کوم دغه کلیپونه خو د همدې رسنیو نشر سول چې اختلاف ده کنه د غونډې خو نشر سولې چملا مادر سره خو بله ام دې رسنوي کورنوي رسنوي سره په دې تیر سوال سکالو کې د طالبانو چې یو ځای ول ستاس په اصطلاح یا هغه ډله چې وس غټه ډله دی غوي کوم کلیپ نشر شوی پر رسنوي کې ککله هغه کوشش کوي او څوک وخت نه ورته ور کوي. دا یو سوال ده ول سره سوال ده خلکو سره سوال ده چې ش طالب به طالب ده یا د دې ته دومره حق ورکول کېږي. په دې تیرو څوارلس کلونو کې یو ژغیز پیغام یا یو مرکه د طالبانو هغه چې وایي ویان دیم زبیح الله مجاهد کومې رسنۍ نشر کړی ده خو نازی صاحب خوادار وخت موږ وینو چې نشر کېږي. نو که دا موږ په بېلوالي باندې وبولو چې نه دس شاید در نهایت آقای مطمئن اگر سړی دلته نشي ویلی هغه شی چې سیده چې دغه کدام طالب سي اغم طالب سي د طالب ته ولې ډیر حق ورکړل سو هغه عامل ته ماته وایي طالب خو طالب خو اکاډمیک ورته آقای مطمئن چون فرصت تمام است میشه یک نتیجه گیری داشته باشیم که در نهایت امی اختلافاتی که بالاخره اگر بل طالب باسم شما گرچند گفتن نیست اگر اختلافات به میان به پیامدش بر روند سیاسی افغانستان چی است در نهایت لکه څنګه چې د مجاهدینو په منځ کې اختلافات وو د مجاهدینو د مشرانو د اختلافاتو څخه دا ده بیا هم درویش کاله موږ په جګړه کې په 1401 کال کې دلته مجاهدین راغلل. متاسفانه کشکې په زور باندې راغلی وی کشکې په یو سمه طریقه باندې راغلی وی کشکې په سولهیز قدرت باندې دی ته تسلیم شوی ډاکټر صاحب نجیب هغه پلان چې خلکو لارو هغسې نه وای سوی خو دا ده په جګړه کې د اختلافونو له نظره که حکمتیار صاحب او همشه مسعود اختلاف نه لرلی دا جګړه به دوام نه کوله. یعنی فکر میکنه اگر اختلاف ایجاد شوه ادامه جنگ خواهد بود در افغانستان؟ طالبانو د اختلاف لپاره کار کیږي د هغه کړی دی چې سوله نه غواړي د هغه کړی دی چې په افغانستان کې جنگ غواړي او د هغه کړی دی چې په 14 کلونو کې امتیازات واخیستلو سبا وایي چې که طالب راځي که سوله راځي نو مات خو دا موقف نه پیدا کیږي بیا خو زما تلویزیون ته ایران پیسې نه راکوي همدغه خلک به مخالفت کوي. تشکر آقای پریانی. میشه دیدگاه شما را که در نهایت بالاخره اگر این اختلافات ادامه پیدا کنه و پیامدش صلح هست یا ادامه جنگ؟ اما پیش از او باید به چند نکته از آقای مطمئن بپردازم که انتظار میرده این بحث ها آدم آرام صحبت کنه. من بسیار افتخار میکنم که امروز برچسب هزاره بودنم به من زده شد، هیچ شکی نیست. گاهی یکی میخوای هویت خود با آدم تحمیل کنه، گاهی یکی میخوای یک هویت خود با پذیره. دا بعد خبر نده، یعنی ما به دینت نده. من افتخار میکنم، گفتم من چون هویت از وارا بودن را بزده شد. بلکل افتخار میکنم. افتخار کم تیبت بده. اما غلط است شما پشتون ولی افتخار کنید. خلاف حدیث پیغمبر است، تعصب است و ای کفر از خدا نکرده. ای شرک است. الحمدلله افتخار کنم. اما پیغمبر نمی پسند. پیغمبر میگه کسی که در بر عصبیت میمیره و افتخار میکنه او از امت من است. شما این حدیث بیشتر میفهمید و درد افغانستان میست. نکته ایست که شما ببینین اول خود من هزاره نیستم. یک
دو من یک تاجیک هستم و ما به عنوان یک روزنامه‌نگار ماهیت همه گروه هایی را که آمدن اینجا درک میکنم، مطالعه کردم، میفهمم. طالب او گروهی نیست که ولو متحد باشه آقای جمالزاده یا مفترق یا مخالف، این صلاحیت گفتگو با یک حکومت دستنشانه یا غیر دستنشانه را داشته باشه. من فعلا مأمور این حکومتی که فاسد است نیستم و خوشبختانه نیست. اما این را به شما میگم که طالب یک گروهی نیست که صلاحیت تصمیم گیری برای گفتگو را داشته باشه. در گذشته هم نبوده. اگر جنگ از طرف دولت مجاهدین، دولت استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود، شهید استاد ربانی علیه آقای حکمتیار اینا وجود داشت، به خاطر ازی بود که پاکستان میخواست حکومت دست نشانده خود اینجا بیاره، اما بس کنفدراسیون است دیگه. اونا میخواستن که حکومت صوبه پنجم پاکستان باشه افغانستان، چون فرصت تمام است. آقای اجازه بدید، فکر میکنم زمانی که حکمتیار در جنگ در اونجا ناکام میشه، پروژه طالب روی دست گرفته میشه. اونطور نیست که چهار تا طالب و طالب جوانی که در یک مدرسه درس خواندن، این مهارت نظامی از کجا کرده بود که تفنگ بگیره و بعد بیاد قندهار اشغال بکنه؟ این از امو آغاز طرح ازی را استخبارات پاکستان ریخت، فکر ازی در لندن شد، ذکر ازی در واشنگتن شد. امی گروه هایی که امروز اینجا حضور نظامی دارند، دیروز کل از اینا در پشت طالب بودند، اینا غیر مستقیم از طالب حمایت میکردند. همه این کانات، هم از امارات متحده عربی، هم از کشورهای دیگه که طرفدار یک فکر مشابه بودند، و هم از طریق کشورهای غربی استخبارات پول به خزانه پاکستان میداد، پاکستان طالبا را تجهیز میکرد. او دادسنها، او سلاحها، او امکانات، او پول بسیار وافر را که ملا عمر مصرف میکرد از کجا میکرد؟ این بسیار واضح هست که امروز هم اگر ما فکر بکنیم که به اصطلاح رسانه ها نبین و از اختلاف طالب حرف نزنن، بگیریم همین طالب متحد آقای ملا عمر هم زنده، شما میره فرض کنین اینا در عین حال صلاحیت گفتگو با هیچ کس ندارن. تشکر پاکستان باید در قسمت تصمیم گیره. طالب ها فقط ابزار متاسفانه پیشمرگ پاکستان است. ایوا اجازه سه دا چه پاکستان وقت المجاهدین راولی او دی خپل لاسپوس و تی تسلیم که دا بل ډلې چې قدرت ورسوله دا چا ورسوله دا په خپل قدرت ورسېدل یا دا روسانو د نورو خلکو ورسول لږ حقایق وایي. بس ائتلاف اینا را اگر شما مطرح میکنید، تاریخ یک تاریخ واقعی است، یک تاریخ جعلی. یک مقدار صحبتی را که بیشتر قویس را مطرح کردند با واقعیت تاریخ افغانستان تطابق ندارد، خلاف واقعیت های موجود است. تاسی هم ده پختنه چی ما وکرل آغا خو چی ده آغا خو پاکستان غوشتل چی قدرت را مثلا آغای حکمتی ارسم ده بل دل استاد ربانی چه پا واقعی را وستل؟ آغای پخپل زور اغلل؟ ببینین استاد ربانی در پی موفقیت جهاد مردم افغانستان و تسلیم شدن حکومت موجود اجازه بده. تشکر فرصت تمام است که شما بعد هم دیدگاه آخر را داشته باشه. شما خبر داریم برای فرصت تمام است آقای بدر. ما به جد بدر بدر تبتم خیلی قاضی پسان شما چکنید. ما چند مشخص پیشنهاد داریم. همین جنگ ها خوی ها به طبیعت حال افغانستان غیر از آمد چند سال، 40 سال و 60 سال ادامه داره به شکل از اشکال. خواهش می‌کنم که جنگا پیشتر ما کدام بارها را که خواهی سفچی کردیم، ما با این خاطر گفتیم که این جنگ باید مذهبی نشوی که میمورا و مسلمان است که میکوشه و مسلمان است. همین جنگ باید لطفاً مذهبی نسازیم. خود ماهیت جنگ یک طرف ما نکنیم که برای آیات حدیث خوانده دیگه بیادر را بکشیم، این بالاخره پایان پیدا کنه. یک مسئله و دو مسئله که طالب ها مختلف شما متفق شد پیشتر ما گفتیم ما خوب اینه ایسه کاین موجود در وطن هستن دیگه. چیل کشور ما نتوانست ما را بزنه. خب بلاگر صلح که میکنیم، صلح اگر با یک طرف باشه خوب است، به جای اینکه چهار طرف باشه. ولی یک چیزی که ما چه میکنیم او به دست ما نیست که ما طالب تقسیم کنیم و باز اونها را متفق کنیم. ما یعنی و ما کدوم مرجعی هم نیستیم است که کدوم... اگر هر دو گروه با هم باشن و گفتگو صلح شود. همین دولت ها که ما خودش ببینیم در دولت ما کدوم کاری نیستیم که ما سخنگوی دولت باشیم. خود دولت هم همواره چند سال هر کس ردای بالا دولت بودن برای صلح کوشش کردن که ما صلح میکنیم. وزیرش هم گفت و والیش هم گفت و فرض کنم مثلا رئیس جمهورش هم معاونش هم گفت که صلح. خب بالاخره اونا توانستن که پی بردن که بی صلح نمیشه. صلح که میکنی با یک جهت باشه خب، نه با چهار جهت. ولی امیر ما میگیم که مثلا در جدا شدن مولا محمد رسول الله خان از مولا اختر منصور یا کس دیگه هم باشه، در اینجا ما نیستیم وارد جدا کرده باشیم ما که اونا را باز با هم ربط بدیم. ما پس این یک جهت را که شما اشاره میکنید، این جهت کدام جهت باشه؟ با کدام جهتش فعلا که دو دسته وجود داره؟ ما گفتیم که هر کسی که باشه، یا مولا محمد رسول است و یا مولا اختر منصور است، یعنی با هر کسی که باشه، که رسمیت داره با مخالف دولت افغانستان، اگر اصلا واحد باشه امکان داره که
آدرس مشخص پیدا کنه. تشکر. طور نشه که مثلا 20 جور در تقسیم شون با جمع کردن جا خیلی مشکل باشه. خیلی کوتاه دیدگاه شما را پیدا. یه چیز بدرتونه که در افغانستان اگر داره تاجکت پرسنل همه به برادر هستن طارق سبق و تاسب قطعا حرام است. این چیزی است که کسی که به یک بدی فکر می باشه که ما باش بدگان نباشه فکر احمقانه است هیچ کس بدی فکر نکنه. دومی است که ما چند برادر ما بدر سبب ما چند پرسش راجع کرد بر بگم اینا گفته که تنبا بعد از که گفته که در شاد دکابا جنگ بده خیر چرا او طرف رفتن برادر کسایی که دکابا حکومت داشتن مو او طرف رفتن یکی بعد این مشکل ما در وقت تنها دکابا نبود دمی بغان شما نه خبر نداشته که پستی اش پش فروشها بود. شما د قندر د دیدی که بچا نکا صورت میگیره شما د پکتیا او شما د دیگه مناطق نه دیدی که کوچه به کوچه قومندانانی بود او تنبا که رفت منطقه شنه بود که د تمام افغانستان فساد است طبق یک دوم شما گفتی که محمد عمر مجاهد چرا لقب میرونی نه گرفتی چرا چی شد ما متاسفانه یا خوشبختانه دو ردیف یا یکونی ما در کسان نه بودم که او را نقب دادم اگر ما می بودم او را اجازه بتیم تشکر نوبت اجازه بتیم خود بخود مستلزم به ایس که از مردم باید بخواهیم تشکر اجازه بتیم مراجعه کنم این چیز فقه همون را اجاب میکنم ما فقه را اگر بر ما بحث فقهی برم وقت جان نمیکنم فرصت کم است ما دو کسی نبودم ما دو کسی نبودم بیان نمیخوایم بدر صاحب چرا حرف گوش نمیگیری مودو کافه نبودم و کدوم در کافه که نقل بود داده بودم یکی دوم شما گفته که دم شما د حکومت صدر ودی مامور بودی خیر چرا تنبه آمدن آیا ما بخاطر که مامور بودم نه نه بیان ورا اوردین ما گفتم که تشکر تشکر جواب بدین جواب خود دو دوم مامور بودی من بودم مامور گفتم تشکر آقا مطمئن خیلی کوتاه شما بگید چون فرصت کاملا تمام است سپاس کردم صورت میگرفت زوایم فرصت خبرتانوی مسلمان و آغاز مورور ده که روسی مسلمان و آغاز مورور ده که امریکای مسلمان و آغاز مورور ده او پشتنولی صحیح نیست خبرت واقع خو کسوک ما تا دی پشتون پایس باندیز ما سر تعصب کی او غلطر کی نو زه اغه اسکل ایغت احترام نه لرمه او نه خپل ورور ولا تشکر سلامت باشه مسلمان زما ورور ده سپاسگزار هستم از حضورتان مهمانان گرامی و تشکر از شما هم بینندگان گرامی تا این دم بیننده گفتمان بودین تا گفتمان بعد الله نگهدار